مارتا شخصیت استاکر سریال بسیار وایرال شده و شماره یک نتفلیکس یعنی بچه گوز در دنیای واقعی پیدا شد و با پیرز مورگان یه مصاحبه مفصل انجام داد گفت توی اینترنت تعقیب کننده ها منو پیدا کردن و به مرگ تهدید شدم سلام سلام چطورین احسان منصوری هستم یه اتفاق خیلی عجیب و ویژه واقعا افتاد به هر حال سریال بیبی ریندیر بر اساس واقعیت بود و داره تبدیل به یک موضوع اجتماعی عجیب غریب میشه داره تبدیل به یک پرونده میشه واقعا مارتا که در دنیای واقعی زارن اسمش فیوناست رسما خودش رو شو کرد خودش رو نشون داد توی برنامه پیرز مورگان روبروی اون نشست یک مصاحبه یک ساعت انجام شد و اون رو در کانال یوتیوبش پیرز مورگان منتشر کرد در ابعاد جهانی داره دیده میشه و مورد بحث قرار گرفته موضوع بسیار به هر حال هر کاری بکنیم جالبیه برای ما ای که این سریال رو دیدیم درگیرش شدیم از نظر احساسی و از نظر کیفی هم که خیلی کار قوی و واقعا درگیر کننده ای بوده اگر سریال رو ندیدید بدونید که این برنامه سپویل کامله یعنی واقعا بخش های مهمترین بخشهای سریال در این برنامه سپویل خواهد شد so really این مصاحبه یک ساعت ما هایلایت ها و مهمترین بخشهای این مصاحبه رو ترجمه کردیم و سعی میکنم به یک زبان روانی امیدوارم با کمترین اشتباه به شما انتقالش بدم همینجا از نیمای عزیزم تشکر میکنم که لطف کرد و این مقاله رو روی نیویورک پست پیدا کرد ترجمه کرد و خیلی زود به دست من رسوند تا بتونم محتوا رو در اختیارتون قرار بدم سپانسر این برنامه برند پرودو که تولید کننده گجت ها و اکسسوری های مختلف خیلی از لوازمی که ما در لایف استایلمون نیاز داریم رو پرودو تولید میکنه و محصولاتش در ایران گارانتی هم دارن. لینک کامل مصاحبه پیرز مورگان و فیونا رو توی دیسکریپشن میذارم اگه دوست داشتید میتونید برید مصاحبه کامل رو ببینید ولی اینجا ما توی این برنامه تلاش میمونه که به زبان فارسی مهمترین بخش های این مصاحبه رو برای شما بازگو بکنیم جالبه بدونید که الان فیونا هلوش 60 سالشه یعنی 58 سالشه زمانی که داره این مصاحبه رو انجام میده و تا همین لحظه هم که من این برنامه رو دارم ضبط میکنم ریچارد گاد ریاکشن نشون نداده نتفلیکس ریاکشن نشون نداده و فیونا مهمترین بخش این سریالی که مدعی بر اساس واقعیت رو کاملا رد کرده First of all, why have you decided to go public? در اینترنت تعقیب کننده ها مرا پیدا کردند و تهدید به مرگ شدم و در پاسخ به این سوال که آیا این سریال رو تماشا کرده گفت به هیچ وجه من در مورد صحنه دادگاه در مورد احکام زندان و این جور چیزها فقط شنیدم هیچ کدوم ندیدم فکر میکنم اگه ببینم مریض میشم به اندازه کافی زندگی منو تسخیر کرده این رفتار کاملا زشته من اونو وحشتناک و زن ستیزانه میدانم برخی از تهدیدهای مرگ در فضای مجازی واقعا وحشتناکن مردم با من تماس میگیرند و این خیلی وحشتناک او با بیان اینکه تنها دو یا سه بار کلا گاد رو ملاقات کرده گفت که اولین بار دو هفته پیش درباره سریال نتفلیکس شنیده او گفت من نمیتونستم باور کنم که اون این کار رو کرده ما از ده دوازده سال پیش حرف میزنیم و این واقعا وحشتناکه فیونا اضافه کرد به طور کلی فکر میکنم که گاد مشکلات روانی شدیدی دارد این یک اثر کاملا تخیلیه پیرس پرسید که آیا این درسته که تو بعد از اینکه وارد میخونه ای که گاد توش کار میکرد وارد شدی یک فنجان چای مجانی بهت پیشنهاد داده no, that's not um... نه این درست نیست او به من یک فنجان چای تعارف نکرد من برای صرف غذا و یک نوشیدنی لیموناد اونجا رفته بودم و خیلی گرسنه بودم و با او صحبت کردی او گفت او oh, تو اسکاتلندی هستی و عملا او بود که مکالمه رو مدیریت میکرد همچنین تاکید کرد که شوخیهاش در مشروب فروشی حقیقته مثل صحبت کردن در مورد آویزان کردن پرده ها. فیونا گفت شوخی در مورد پرده ها فقط یک کنایه جنسی بود همین you send 41, emails, 350 voice messages. او با تاکید به اینکه که 41 هزار ایمیل 350 ساعت پیام صوتی 744 توییت 48 پیام فیسبوک و 106 نامه ای که گفته میشه براش ارسال کرده پاسخ داد not true. این اصلا درست نیست من یک کسی چقدر در طول روز زمان داره که بتونه چهل و یک هزار ایمیل یا چیز دیگه ای رو برای کسی ارسال بکنه پیرز چی فرستادی؟ فیونا هیچ یک از اینا درست نیست فکر نمی کنم چیزی براش ارسال کرده باشم نه فکر نمی کنم ممکنه فقط چند تا ایمیل رد و بدل شده باشه اما فقط همین بود پس تو ارسال چیزی به اون رو انکار میکنی ممکنه چند تا ایمیل وجود داشته باشه پیامهای های متنی پیام فیسبوکی ندارین فیونا نه پیرس توییتش کردی فیونا ممکنه سالها پیش این کارو کرده باشم نه این کار زیاد نبود حدود 18 تا توییت خب چند تا ایمیل براش فرستادی چند تا یعنی چی چند تا کمتر از 10 تا 10 ایمیل تفاوت زیادی بین این دو تا عدد وجود داره موافقم موافقم او اضافه کرد که خوشحال می شود کسی به کامپیوتر او نگاه کند به کامپیوتر رو من چک کنید خیلی عجیبه ببینید این چیزی نیست که نشه اثبات کرد این پرونده اگه بره توی دادگاه به راحتی میتونن بفهمم که این آدم این تعداد ایمیل یا چی حالا هر تعدادی ایمیل رو زده یا نزده خیلی عجیبه خیلی عجیبه محکم رد میکنه او اضافه کرد که خب اینکه گفتم او در مورد اینکه آیا تا به حال در یک برنامه کمدی منظورش همون استنداپ کمدیه که دانی به اصطلاح اجرا کرد از گاد انتقاد کرده است گفت یه جا داد میزنه استنداپ به هم میزنه فکر میکنم فقط به یکی از اونها رفتم و تو اونجا فریاد زدی یا همچین کارایی کردی چرا این کارو بکنم نه من معمولا به برنامه کمدی نمیرم و تو هرگز فریاد نزدی و بهش ایراد نگرفتی نه او در مورد اینکه آیا او تا به حال به یکی از دوست دخترهای در هنگام عصبانیت حمله کرده یا نه گفت نه من فکر نمی کنم دوست دختر داشته باشه من فکر می کنم اون بیشتر همجنسگرا است اما نه من هرگز نه به خونش رفتم و نه به هیچ دوست دختری یا چیزی شبیه اون حمله نکردم در مورد صحنه‌ای که نشون میده مارتا ساعتها در ایستگاه اتوبوس نشسته و اینکه آیا تا به حال این کار انجام داده پاسخ میده نه نمیدونم نمیدونم اصلا اون کجا زندگی میکرد مطلقا نه این یک شخصیت خیالیه فقط اقراقه این یک داستان تخیلی است بر اساس تخیل او ساخته شده فیونا همچنین تماس با والدین ریچارد رو تکذیب میکنه پس از تماشای یک کلیپ از این سریال که نشون میده مارتا به خاطر ترسوندن شخصیت ریچارد یا دانی به جرم اعتراف میکنه و به نه ماه زندان محکوم میشه پیرز پرسید که آیا او تا به حال به زندان رفته یا متهم شده او به هر دو سوال پاسخ نه میده و در پاسخ به این سوال که آیا حکم نه ماه زندان در این درام بر اساس واقعیت است گفت این کاملا نادرسته برای من بسیار بسیار توهین بسیار آسیب زد به شغل من من اهل تعقیب کردن کسی نیستم و به زندان هم نرفتم حکمی برای من صادر نشده این فقط یک مزخرف کامله ببین اگه حکمی صادر شده باشه به راحتی قابل اثباته و نشده باشه هم همینطور همینه که این نمیدونم اسمش پروژه همین اتفاق رو عجیب میکنه و پیچیده او در پاسخ به اینکه اکنون در مورد این کمدین چه احساسی دارد گفت من فکر میکنم او یک روانیه و فکر میکنم هر کسی که توی این سریال حضور داشته و این کار انجام داده رفتارش بسیار ظالمان است او شما رو به عنوان یک شخصیت شرور نمیبینه بلکه به عنوان فردی که حالش خوب نیست و به کمک نیاز داره میبینه نظرتون در پاسخ فیونا چی گفت؟ او به نظر من اون کسی که نیاز به کمک داره اتفاقا ریچارده. و حتما مشکل داره بعدا اون توضیح داد که از او به صورت آنلاین حمایت کرده و از مردم خواسته تا برنامه کمدیش رو تماشا کنن و گفت ما سعی میکردیم که اون رو تشویق کنیم فکر نمیکردم اون یک روان پریش کامل باشه که به این شکل به من حمله کنه فیونا در مورد اینکه آیا پیام های صوتی گذاشته سری از پیام ها رو ارسال کرده گفت تنها توضیح برای پیام های صوتی باید این باشه که موقع صحبت کردن توی مشروب فروشی صدا مضبط کرده باشن من چیزی نفرستادم پیرس او 350 پیام صوتی داره فیونا خب این معنی نیست که واقعی باشه پیرس اما ممکن اون 350 تا پیام صوتی داشته باشه فیونا من خیلی شک دارم تو فکر نمی کنم شک داری آره شک دارم اما اگر اون 350 تا پیام صوتی داشته باشه قطعا اینها روی تلفنش هستن مهم نیست که آنها روی تلفن تبلت یا هر چیزی که هستن من باش تماسی نگرفتم یعنی خیلی پاسخهای ریچارد گات خیلی میتونه روشنگر باشه خیلی عجیب شد. اما من کنجکاوم این احتمال وجود داره که او این تعداد پیام صوتی رو از شما داشته باشه فیونا چون اون دیوونه است و میخواد این رو تلافی کنه منظورم اینه که من با اون مرد تماس نگرفتم اصلا شماره شو ندارم 744 تا تویت پس یعنی دروغ میگن فیونا دروغ میگن آره در واقع اونا دروغ میگن او در مورد اینکه آیا پس از سریال اقدام قانونی خواهد کرد یا خیر پاسخ داد قطعا هم علیه او و هم علیه نتفلیکس شکایت میکنم در مورد اینکه آیا او هنوز همون آدرس ایمیل رو داره ام, I, I had من در یک زمان شش ایمیل دارم چرا؟ چون دوست دارم آدم ها رو با تلفن مختلف و ایمیل های مختلف داشته باشم شش نام مختلف شاید هم چهار تا من فکر میکنم چهار تا 6 تا آره خب شش تا خیلیه جدی؟ من کسی رو با 6 تا ایمیل سراغ ندارم ولی من افراد رو میشناسم با 4 یا 6 تا آدرس ایمیل حالا 4 تا بود یا 6 تا آدم نیست احتمالا 6 تا او فاش کرد که 4 تا گوشی مختلف نیز دارد و توضیح داد آره دو تا شکست Yeah, خیلی خیلی قدیمی بودن. من دوست دارم افراد رو روی تلفن های جداگونه نگه دارم و شاید این باعث بشه که من یک دیوونه یا یک شکارچی یا چیز دیگری باشم. Maybe بعدش از پیرز میپرسه که فکر میکنی گاد از نمایش این سریال روی نتفلیکس چقدر پول در پیرز میگه احتمالاً میلیونی و فیونا میگه فکر میکنم او با بدنام کردن من خیلی خوب عمل کرده او از حقایق غیر واقعی پول در آورد او یک زن ستیز واقعی است خیلی شرایط عجیبیه و خیلی حرف های عجیب و غریبی رد و بدل شده باید منتظر بود ببینیم که ریاکشن نتفلیکس چیه ریاکشن ریچارد چیه توهم توتعم میشه داشت میشه اینجوری فکر که نتفلیکس این بازی رو رو انداخته برای اینکه سریال حتی وایرال تر از این بشه اما آخه کی حاضره به عنوان یک شخصیت واقعی این چونین شاید منفور بیاد خودش رو شو بکنه و نشون بده به جهانی ها نمیدونم واقعا پیچیده است باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد به هر حال اگه این تبدیل به یک پرونده بشه و بره دادگاه همه چیزش قابل ردیابی و صحت سنجی میشه حقیقت رو به راحتی پیدا کرد به عنوان پایانبندی این برنامه یکی از معدود چیزهایی که از سریال رو فیونا مارتای سریال تایید کرد در دنیای واقعی اینه که واقعا یک عروسک بچه گوز داشته و واقعا این رو به ریچارد گاد میگفته مخلصم و در کمال تعجب در تماسیم. Fiona Harvey, thank you very much. Thank you very much. Thanks for having me.